روز گذشته تکلیف صندلی‌های هیئت رئیسه شورای شهر تهران در فضای آرام و رفاقتی مشخص شد. همه رو پوشش رو چک کنید، همه دوستان ببینن. آقای چمران، آقای مسجد جامعه، آقای چمران با 18 رای عنوان رئیس شورای شهر تهران در دوره دو ساله انتخاب شده است. آقای چمران، مسجد جامعه 13 رای. ما رفاقت‌های قدیمی داریم از کوچه مسجد جامعه و از بازار محمد صراف و کوچه کهنه چیناب و این رفاقت قدیمی بوده و قاعدتاً هم انشاءالله همیشه خواهد. اما گویا تعدادی از روزنامه‌ها و سایت‌ها که از روزهای قبل از انتخابات به مانند تمام مسائل دیگری که با دید سیاسی و جناحی به آن می‌نگرند، در خصوص شورا نیز برای سیاسی کردن این نهاد اجتماعی کم نذاشتند. از بهترین انتخابات بود که برگزار شد و انصافاً باید در این بخش از آقای مسجد جامعه تشکر خاص بکنم. نگاه سیاسی برخی از روزنامه‌ها تلاش می‌کرد تا نهاد اجتماعی شورا را به یک نهاد سیاسی کار بدل کند. امروز برخی روزنامه‌ها تیتر زدند: گل به خودی اصلاح طلبان، اصولگرایان به دنبال موفقیت بزرگتر، بهشت اصولگرایان، شورا به تهرانگردی یک ساله رئیس اصلاح طلب پایان داد. این در حالی است که اعضای شورا از انتخابات روز گذشته رضایت داشت و خود منتقد جعبسازی‌های سیاسی برخی روزنامه‌ها هستند که گویا سعی دارند با عینک سیاسی شورا را حق از دست رفته و یا به دست آمده ی جناح خاصی بدانند. همه دیدن چون خود جلسه انتخابات جلسه علنی بود و یه محیط آروم و صمیمانه و خیلی دوستانه برگزار شد. من واقعا خواهش نمی‌کنم که اعضا سیاسی نشه. بذارن شورایشان کار کرده است، خودش کار کرده، اجتماعی خدماتی و همه پرمزه. مدیریت شهری یعنی مدیریتی که کارش ارتقاء کیفیت زندگی مردم یک شهره، به دور از جناح سیاسی. امیدواریم برخی از روزنامه ها به دور از حواشی سیاسی و دامن زدن به این بحث ها پیگیر مطالبات شهروندان از شورا باشند. خوشبختانه فضای حاکم بر شورای شهر نشان داد هیچ تمایلی برای بازگشت به دوره اول وجود ندارد و کار بیشتر سر لوحه برنامه شورا و شهرداری خواهد بود.